سلام عرض می‌کنم دوستان، به همگی خیلی خوش آمدین. من علیرضا اردوبادی هستم، مؤسس مدرسه اینورس. یادتون نره سابسکرایب کنید. ما در واقع حالا دوستانی که در ورکشاپ قبلی تشریف داشتن، این صحبت من یه مقدار تکراریه براشون. ما در واقع تا به امروز چیزی حدود 47-8 ورکشاپ برگزار کردیم در طی 7 سال و نیم فعالیت مدرسه اینورس، و در واقع در سال جدید مدرسه اینورس کلا فصل جدید رو توی کارش شروع کرد، و همینطور در مقوله ورکشاپ ها که داریم سعی میکنیم خود ورکشاپ ها با قبل یه وجه تمایز داشته باشن، کمی کاربردی تر باشن، کمی مفید تر باشن، از طرفی مباحثی رو بتونیم، در واقع ورکشاپ هایی رو بتونیم برگزار بکنیم که توش مباحثی که شاید بیشتر نیاز هنرمنده باشه، حتی مباحث غیر از آرت توشون بذاریم که بیشتر بتونه کمک بکنه برای پیشرفت بخش هنریشون و حتی برای پیشرفت بخش بیزنس هنریشون. حالا به هر صورت ورکشاپی هم که امروز با آقای سهل دانش داریم، در واقع بنا بر اینه که متفاوت باشه نسبت به برنامه‌های قبلی، و بتونیم توی این ورکشاپ ایشون بتونن در واقع تجربیات متفاوت رو در اختیار شما قرار بدن. برشاد به هم میگه خیلی خوش آمد میگم، ببخشید که یه خورده با تأخیر شروع شد برنامه، و امیدوارم که ورکشاپ براتون مفید باشه. از طرفی یه برگه های A5 دست شما هست به نام سوالات من، که این برگه ها رو خواهش میکنم که هر کی هر سوالی داره از آقای دانش اشراقی لطفا محبت کنید روی کاغذ بنویسید، توی بریک به یکی از همکاران من که لباسای سفید تنشونه حتما تحویل بدین، اینا رو بعد از بریک جواب میدن. این کار رو داریم میکنیم که بتونه در واقع ورکشاپ نظم و در واقع یه خورده نظم بهتری بگیره و یه خورده سیستماتیک تر بشه. ممنونتونم، خیلی خوش آمدید بازم آقا. همه چیز هم با اجازه شما. ورکشاپی که امروز هستش بیشتر در مورد کانسپت و روند تولید یک کانسپت آرت، حالا شاید رئال، نیمه رئال یا هر چیزی که هستش، و تصویرسازی که داریم برای حالا یک فیلم، بیشتر برای فیلم، حالا البته برای ویدیو گیم هم، چون حالا ویدیو گیم ها اونقدر قدرتمند شدن که دیگه اونها هم دقیقاً همون سیستم، یعنی فرق خاصی آنچنان نداره، فقط کاربردش متفاوته. سینما یه ذره فرق داره، سیستم قصه گوییش با گیم فرق داره. من یه توضیحاتی بدم در مورد اینکه خب اصلا تصویر، برای اینکه کانسپت آرتیست شما باشید چه چیزهایی نیاز دارید. طراحی خوب، شناخت رنگ، هنرت، اون دیگه چیز اولیه‌ش، ابزارتون باید با اون کار کنید، ولی مهمترین چیز ذهنیت و تفکر شماست، اینکه شما چه جوری زاویه دیدتون نسبت به یک موضوع، اینکه چه جوری تصویرگری می‌کنید. ولی تصویرگری فقط کشیدن یه چیزی نیستش، اینکه ما فقط بخوایم یه صحنه رو ما بگیم آقا اینو مثلا بکش اینجا، این از اینجا میره اونجا، نه، قصه گویی مهمه. میگم باز توی گیم شاید این اتفاق نیفته، حالا سینماتیکش رو کاری ندارم، ولی خب خیلی بیشتر ابجکتیو، آقا این میخوان بدونن چی میشه مدلرا بسازن، یا بچهای گیم دیزاین بدونن که چه اتفاقاتی میفته. ولی خب توی انیمیشن و توی سینما بالاخره چون روایتگری داره، چیزی که مهمه قصه گوییه. شما چند وجه داری، چند تا قسمت داری؟ خب یه بخشش مثل همون گیم مشترک میشه، چیزی خب طراحی شخصیت یا طراحی فضا جداه، ولی یه وقتهای یک سری تصویرگری هایی هست، یک سری ایلوستریشن هایی هستش که کمک میکنه به شما، کمک میکنه به تیم و به اون بیننده ها که بتونن حس و حال اون صحنه رو متوجه بشن. حس و حال اون صحنه رو متوجه بشن، شما باید قصه گویی داشته باشید، یعنی توش باید بتونی روایت بکنید اون صحنه رو و اتفاقاتی که توش هست. به هر حال نیازمند اینه که مطالعه داشته باشید دیگه، حالا چه مطالعه قصه ای، یعنی این حس قصه گویی توی شما باشه. هرچه میگم ضروریه، حالا آنچنان نیست، کانسپت آرتیست هم هستن که اینو ندارن، براشون کارهای دیگه میکنن، مهم نیست، هر کس براتون. من علاقه دارم چون دوست دارم این قضیه رو، برام مهمه، برای همون روش خیلی فوکوس میکنم، و قصه گوییه برام یه چیز خاصی، یعنی مهمتره، جلوتر از حتی تکنیکه برام. یعنی من دوست دارم قصه گویی خوبی داشته باشم تا اینکه مثلا بیام یه تکسچر رئال خیلی خفن در بیارم، زمانی بذارم رو ترجمه، زمانی بذارم رو اون قصه گوییه و اون اتفاقاتی که اونجا هست. خب من یه سری کارهای، یکی چند تا از پروژه هایی که اخیرا کار کرده بودم رو اینجا من آوردم برای شما بتونیم با هم دیگه ببینیم. خب من یه تعدادی توی سالهای اخیر خب پروژه های خارجی کار کرده بودم، رو فیلم های مختلفی بود که انجام شد، زیاد بود، یه تعداد زیادی. من دو تا دونه شو اینجا آوردم که روند کار و اون سیستمایی که مثلا من جلو رفتم با هم دیگه ببینیم.
که اصلا از ایده پردازی و استفاده از ریفرنس که خیلی مهمه و میدونید این رو مطمئنا، چه جوری و به چه طریق ما این رو جلو رفتیم. تعداد زیاد بود، یعنی کارهای زیاد، یه سری هم خب همین الان دارم روشون کار میکنم، ولی خب نمیشه، زمان ما به ما اجازه نمیداد که بخوایم همه اینا رو هول 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 نشون بدیم و بریم جلو، چون میخوام واقعا روشون توضیح بدم. میتونیم بیایم با ببینید، من کرامپوس رو آوردم و بلاد کیس رو. کرامپوس فیلمی که در اومده و خب اکران شده، آرت بوکش هست، حتما آرت بوکش رو نیاوردم، یعنی فیلمی که خب بیرون اومده و ریلیز شده. یه فیلم دیگه هم هستش که ریلیز نشده. حالا میتونم از رو خود کرامپوس شروع بکنیم. ببینید توی کانسپت وقتی اتفاق میفته، کارگردان یا حالا بر اساس چند تا چیز به شما یک سری متریال یا خوراک داده میشه. خوراک ها چیه؟ خوراک ها میتونه خیلی وقتا وقتی فیلمنامه آماده باشه، صحنه ای از فیلمنامه است، یه وقتی اصلا کاری به فیلمنامه شما ندارید، صحنه رو کارگردان برای شما توصیف میکنه و توضیح میده که آقا مثلا اینجا چه اتفاقاتی قراره بیفته و حسای اولیه‌اش رو میده. نکته مثبتی که داره اینه که خب کانسپت سالهای سال تو هالیوود داره زده میشه، تمام فیلم‌ها و همه دارن کار میکنن، حالا چه از لحاظ طراحی لباس و شخصیت، چه فضاسازی و همه چیزا که هست، چیز زیاد عجیب غریبی نیست. حالا تو ایران داره تازه یه ذره پا میگیره تو سینما، ولی نکتهش اینجاست که کاری که میکنه دقیقا مثل جاهای دیگه کانسپت عملی میکنه، این چیز عجیبی نیست. یک تصویر رو میده، تصویر ذهنیت کارگردان یا تیم تولید کننده برای افراد مختلفی که یا میخوان تو پروژه کار بکنن یا میخوان سرمایه گذاری بکنن، یا اصلا فیلم رو یه جورایی میبینن با یک هزینه پایینتری، با یک تصویرسازی صحنه ها و اون شات های فیلم رو میبینن که چجوری. ایده هایی هم که داده میشه از سمت کارگردان دیگه، کارگردان میاد به شما توضیح میده، یه صحنه ای رو میخواد مثلا این شکلی، یه وقتی اصلا توضیح هم نمیده، فیلمنامه است، یه وقتی هیچ کدوم اینا نیست، اصلا کارگردانی هم وجود نداره، تهیه کننده است که میاد به شما یک سری توضیحات میده، یه صحنه هایی رو شما درست میکنید براشون و بعد از اون صحنه ها چیز میشه، بر اساس اون صحنه ها و اون کانسپتی که شما گفتید تعیین بودجه میشه، اصلا فیلم چقدر بودجه میخواد، اصلا میتونیم ما اینو هندل کنیم، میتونیم اینو بسازیم، نمیتونیم، چه مشکلاتی رو داره و چه اتفاقاتی میتونه برای ما بیفته. خب اینجا من یک سری چیزها رو میخوام برم جلو و دونه دونه بیایم روی این اتفاقاتی که هست فوکوس کنیم و بریم. خب داستان کرامپوس داستان خاصی داشتش، داستانش این بود که حالا یک اسطوره، یا خیلی سریع بگم اسطوره، بعد اینا رو بدونید همه رو دیگه، شما به عنوان کسی که تو فیلم کار میکنید نمیتونید خیلی نادانسته برید. یک پروسه اولیه که شما دارید برای تولید هر کانسپت، پروسه چیه؟ پروسه تحقیق. من خودم زمان زیادی رو برای تحقیق میذارم، یعنی همیشه خب تحقیق از خوندن یه وقته یه چیزایی رو ما نمیدونیم، مخصوصا وقتی حالا ما که اینجا این فرهنگ ما متفاوته با فرهنگ اونجا، واقعا باید بریم در مورد یه چیزایی بخونیم. مثلا یه فیلمی بودش که من اخیرا کار کردم به اسم انتیتی، یه قصه، یک اتفاق از اتفاقات پارانورمال شنیدید از اینا که مثلا چه میدونم یارو روح بلند میشه، نمیدونم یک چیزی رو میبینه، اتفاقات خاص عجیبی میفته که نمیدونم، چرت و پرت دیگه، واقعیت که چرت و پرت، هم چیزی وجود خارجی نداره، ولی حالا تو فیلم یه همچین چیزی. این براساس یک داستانی بود که دهه 70 اتفاق افتاده بود توی آمریکا و یه قصه ای داشت و اینا. خب من که نمیدونستم به من میانم، ولی من برای اینکه بهتر بدونم رفتم و خب ساعت ها سرچ کردم تو اینترنت، مقاله های روزنامه های اون دوره رو خوندم در مورد این قضیه، عکساشو دیدم، می‌خواستم که بتونم راحت‌تر با این قضیه ارتباط برقرار بکنم و این قضیه لازمه کار شماست. یعنی در مورد هر چیزی باید تحقیق بکنم و این رو بهتون، یعنی اینجوری میگم که مهمترین بخش تحقیقات اولیه است. خب بریم از این صحنه شروع بکنیم. یکی از صحنه‌های، خب من اینجا نیمه، چون برای کرامپوس من تقریبا شاید راحت نزدیک 300 و مثلا 70 400 شاید هم بیشتر کانسپت کار کردم و تصویرسازی انجام دادم و اتود، ولی خب یه قسمتیش رو من آوردم، یک تعداد از اونها رو من اینجا آوردم که با هم دیگه ببینیم و بریم جلو، ببینیم که اصلا چه اتفاقاتی روش افتاده. اتفاقی که هست، می‌خوام در مورد یه صحنه صحبت بکنیم. این دقیقه از یه صحنه شروع میشه که یک کارخونه ای به من اینجوری گفته بودن، این کوتوله ها یا اون جونورک های اون آقای کرامپوس، یعنی دستیاراش و چیزاش، خب مردم رو میگیرن مثلا تو کیسه میکنن و میبرن ازشون شکلات و فاز فانتزیه دیگه، میان ازشون مثلا شکلات یا مثلا شیرینی از این چیزا درست میکنن. اینجا جایی که اینها دارن این کار انجام، البته برای این کار مثلا یه اتود اولیه خورده بودش، مثلا من قبلا زده بودم، حالا اینجا بخش این بود که ما ببینیم این اتود رو، حالا بریم سراغ دیتیلش و ببینیم که اصلا چه اتفاقاتی افتاده. اینها توی فروشگاه بزرگ یا مال که میدونی چیه دیگه، دقیقاً توی مال اینا میرن
اونجا رو تسخیر میکنن و توی اون از وسایلی که توی اونجاست قراره این ابزارا رو بسازن، یعنی از وسایلی که توی یه ماله. خب من اولین چیزی که دارم اینه که خب من میخوام یه سری دیزاین داشته باشم برای خودم که باحال باشه اونجوری که دلم میخواد کلیتم، ولی میخوام اینا رو از اون ابزارا بسازم، از ابزارهایی که اونجا وجود داره، آب میکنن، نمیدونم به هم میچسبونن، چه چیزایی وجود داره توی یه مال که بتونن ازش استفاده بکنن، خیلی چیزا، نمیدونم از ماشین رخشویی گرفته تا مثلا قطعات فلزی مختلف، جارو برقی، موتور، همه این چیزایی که هستش وجود داره اونجا. و بر اساس اونها این آدم ها میان و این کوتوله ها اینا رو میسازن. اولین کاری که من میکنم اینه که میام یک اتود کلی از فضا میزنم. حالا یه سری تحقیقات اول تصویری انجام میدم، بعد اتود کلی که میزنم. خب این اتودیه که چند تا اتود بود، من اینجا البته اگر داشته باشم به شما نشون بدم. آها، مثلا این بازی یه بخش از اتوده ای که من به کارگردان ارائه میکنم. اینه من باید بزرگش کنم که شما ببینید. خب خب یه سری از اون اتوده هست، میدونی اتوده ای که خب کلیت رو مشخص میکنه، حس و حال و دیزاین هم توش چیزای مشخصه، بعد بر اساس اینا خب یه سریش تایید میشه، مثلا اون بالایی خب تایید نمیشه ولی این دوتای پایینی تایید میشه و از من میخوان که بیام من این رو اجرا بکنم و در برم. من میرم توی پروسه چی؟ میرم توی پروسه آب. چرا نداره این؟ میرم توی پروسه تحقیقاتش. قبل از هر چیزی میرم سراغ یه سری ریفرنس پیدا کنم. ببینید من اینجا اگر نگاه کنید، من برای تمام فولدرهای، یعنی برای تمام اکثر صحنه‌هایی که میخوام کار بکنم فولدر ریفرنس دارم، یعنی اینا همه بر اساس اون چیزایی که صحنه‌هایی که میخوام کار بکنم. حالا میایم اینجا ببینیم توی این مال من چه چیزایی دارم. خب مثلا من رفتم یه سری فروشگاه آمریکایی مثل والمارت رو نگاه کردم، چون اینا مثلا یه اسمی داشت، مثلا کلیتش رو که بیام ببینم مثلا چه شکلیه، چون بیرونش هم ما قرار بود دیزاین بکنیم. خب فضا شما میبینیم، نگاه میکنیم ببینیم که چه شکل هایی داره. بعد میخوام خود چیز رو پیدا بکنم براتون، وسایلی که توی مثلا باز این یه سری چیزایی بود که من میخواستم استفاده بکنم توی از وقت. ببینید مثلا اره برقی تو مال هست، مثلا جارو برقیه، یه سری وسایل اینجوریه که وجود داره دیگه. خب من اینا رو میام باز ریفرنس ها رو جمع میکنم، این تصاویری که به من میتونه ایده بده برای اینکه من بتونم برسم به اون کار نهایی که دارم. حالا نگاه کنید مثلا حتی من اون وسط قراره یه ونت درست، همزنای بزرگی که توش یه چیزی رو صنعتی میان درست کنم، می‌خواستم همین چیزا باشه. من میام یه سری ریفرنس، یه ایده هایی به ذهنم میاد، مثلا این برای پیچ و مهره هایی که چه شکلیه. حتی من خب قرار نیست از این تصویرا یه وقت استفاده بکنم توی کار، خب حالا کپی رایت داره و این حواستون هم باید باشه دیگه به این قضیه. چیزایی که هستش مثل باکسایی که یا اون استندای مجلات که وجود داره توی فروشگاه ها، وسایلی مثل تلویزیون اینا، اینا تمام ریفرنس هایی که تا شما تصویر نبینید و نگاه نکنید چشمه، هر چقدر تخیلتون قوی باشه، من میدونم اینو میگم چون تنبلید، یعنی این سیستم تنبلیه رو قشنگ الان هر عمر که بگه نه من باور نمیکنم، چون به عینه دیدم و بچهای خیلی حتی آرتیست خیلی خوب رو دیدم که باهاشون کار کردم و دیدم تنبلیای عجیب غریب میکنن. حالا شاید این به واسطه این ریفرنس دیدنی یه نکته داره، بچهایی که با بچهای یعنی 3D آرتیست باشن خب این کارو خیلی انجام میدن و ریفرنس خیلی میبینن برای کارشون. منم حالا شاید چون با بچهایی که خب 3D آرتیست بودن، دوستان بودن و باشون مراوده داشتم، این اخلاقه هست توی منم. در اصل خب کانسپت آرتیست اونور همه آرتیستایی که دارن کار ویژوال میکنن این قضیه رو رعایت میکنن و دیدن اینها به شما کمک میکنه. ببینید حتی من میرم یه سری چیز استیم پانک پیدا میکنم، هر فرمی که به باتریایی که وجود داره، اینا اون رول هایی که روش یه سری اتفاقات میفته، چون اونجا ما یه رولی داشتیم قرار بود اونم دیزاین بکنیم. حالا من میرم یه سری ببینید حتی این، حتی شما یک سری ریفرنس میرید پیدا میکنید از کانسپت های افراد مختلف. کارگردانای بزرگ وقتی میخوان کارگردانی کنن یه صحنه ایشون رو، قبلش میرن یه سری فیلمایی رو میبینن که اون صحنه های که شبیه صحنه کار خودشونه توش هست، میرن اون رو میبینن ریفرنس به عنوان اینکه ایده بگیرن که چه کارهایی کرده، برخورد طرف چجوری بوده. حالا اینم همینطوریه دقیقاً، شما به عنوان یک کانسپت آرتیست میتونید برید کار کانسپت آرتیستای دیگه که تو اون فضا هست رو ببینید که تاثیر بگیرید که چه جوری. البته میگم این باز 3D ولی 3D و 2D نداره فرق، در نهایت یک تصویرسازی. و خب مثلا من اینو میبینم برای اینکه لوله ها چه جوریه و سرچ توی سرچ هام دقیقاً در میاد، یه سری چرخدنده ها، خب یه چیزهایی توی ذهن منه و در اونها توی ذهنم هست موقعی که دارم سرچ میکنم. وقتی که میرم سراغ کار
این ذهنیت میرم سراغ سرچ کردن، یهو میبینید یه سری ایده های دیگه میاد، چون گوگل و اون دریای بزرگی که داره جلوی شما باز کرده، شما دونه دونه میتونید اینها رو یعنی بگردید پیدا بکنید و هی به شما ساجست میده، دیدید دیگه، هی بهتون میگه و لابلان دوباره یه سری ایده های جدید میاد. میخوام بهتون بگم این سرچ کردن و تحقیق کردن باعث میشه شاید ایده شما یک ایده بسیار ساده است، با دیدن 4 تا عکس، با دیدن 4 تا ریفرنسی که داره تصویر گوگل به شما میده، این امکان بزرگی که در اختیارتونه استفاده بکنید، میتونه ایده های جدیدتر و بهتری رو به شما ارائه بکنه. خب حتی من میرم اینا رو میبینم برای اینکه ببینم خب یه دیزاین یه سیستمش چجوری، این مثلا ونت های مثلا کارخونه های بزرگ رو سرچ کردم که چه شکلی میتونه باشه. این یه سری از این چیزای کریسمسی، این عصاهای آب نباتی که وجود داره و آب نبات چی بهش میگن نمیدونم، ولی کندی کین نمیدونم چیزی میگه، نمیدونم چی اسمش. بعد اینا هم تو خب تو صحنه بود دیگه، چون جزء چیزایی بودش که تو فیلم ها بود که یارو مثلا میاد تصمیم از این چیزا هم هست، مثلا وسایل کریسمس این یارو تو پای شف چی میگن بهش چیزی شیشه‌ای و اون چیزایی که تو کریسمس تزیینات کریسمس به قول معروف دیگه، داستان کریسمسی بود. اینجا مثلا اون پایل یا اون سرهم شدن مثلا یه سری وسایل، باز دوباره چرخ دنده ها، من همینجوری این ریفرنس هایی که ونت های مختلف، من با اینا شاید از هیچ کدوم اینا من استفاده کنم نمیدونم چیزی به درد من نمیخوره، ولی همین شکل کلیه من میگه که یک ونت، یک چیزی که اینجوریه چه شکلی دیزاین، دلیلش چیه، چه جوری دیزاین میشه. خب چون باید یه ذره عقلانی هم باشه، مگه اینو مکعب بگیرم نمیشه که، چون باید توش بچرخه. میگم خیلی ساده است دیگه، میدونید همتون یک چیزی در قرار توش حالت و همزنی که داره، تیغه‌ای که داره، اون تو باید بچرخه و این چیزا رو مخلوط بکنه با هم، به تب نمیتونه توی چیز مکعبی یا مربعی حالت چهارگوش اتفاق بیفته، یا بیزی اگر باشه نمیشه، باید حتما دایره باشه. پایینش یه دلیلی داره که اونجوری کردن، برای اینکه بچرخت این میچرخه هم بزنه و بکشه از زیر تهنشین نشه چیزی. ببینید باید اینا رو همه رو بدونید که بعد توی دیزاینتون عینی بشه. و باز یه سری ریفرنس ها از فروشگاه، آها اینو برای این گرفتم که چون میتونه اینا اوراق کرده باشه این سری چیزا رو، وقتی شما این وسایل اوراق میکنید چیکار میریزن رو هم، این حسه رو من میخواستم در بیارم. آها یک سری تابلوهای راهنمای فروشگاه ها دیدید، ما الان میریم توی یه فروشگاه مثلا چون شهروند میریم، ایارو چی جدید مد شده، هایپر فلان میریم، خب اینا که ما میریم یه سری چی داره، یه سری المان ها و تابلوهای راهنما وجود داره. خب این تابلوهای راهنما به من که هر چقدر من کارم رو بخوام واقعی تر بکنم نیاز دارم به اینا. حتی من یه جایی ببینم مثلا میام تابلو رو نمیکنم، نه مارک خاصی داره، عین همینو برمیدارم استفاده میکنم توی کارم و میذارم. و اینو دلیل داشت من که فروزن رو رفتم انتخاب کردم بخشی که گذاشتم، چون اون کرامپوس وقتی میاد توی داستان اصلی همه جا یخ میزنه، همه چی فریز میشه و من از قصد ببین اینا اون زیرمتن هایی که شما باید به عنوان که میگم اکثر کانسپت آرتیست ها رو من کم دیدم، تصویرساز ها بیشتر اینجوریه، یعنی تصویرگرانی که مخصوصا تصویرگران دهه 40 و 50 میدونی اینا چیزای یه ذره کارگردانیه، تا اینکه کانسپت آرتیست ها کم من دیدم به این زیرمتن ها فکر بکنن، یعنی بیشتر یه تصویر رو میکشن که انجام بشه. ولی خب مثلا برای من این چیزا مهمه، من از قصد میرم میتونستم مثلا من لباس ورزشی بذارم، ولی میام یه تابلو، حالا میبینید توی تصویره که من یه تابلو دقیقاً فروزن رو میام میذارم که بخش غذاهای منجمده، اینجا نوشته دیگه فروزن پیتزاز، فروزن چیچی پاکتس، فروزن جوس، فروزن نمیدونم پایز، فلان 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 بریکفاست، همه چی هست بهش. و باحال این اون حس به میگن زیرمت، یعنی یه حس خنده‌دار، یه جوکی رو درست می‌کنید، شما یه تصویری دارید می‌دید و دقیقاً اون تابلوهای فروزن بخش یخ زده فروشگاه اونجا هست، در صورتی که اونجا هم باید یخ زده باشه. اینا مثلا یه سری ریفرنس برای همین کوتوله‌هایی بود که من می‌خواستم اونجا طراحی بکنم، عینک‌هایی که اینا می‌خواستم، و یه سری عینک‌های استیمپانک که می‌فروشنم اینا رو هم فکر کنم مثلا توی بار هستی همه چی از شما واقعا بخرین. اینا یه سری دیزاینای شده بود که من اینا رو دیدم که شبیه اینا می‌خواستم، دیزاین استیمپانکی می‌خواستم باشه. باز سری تابلوها، وسایل، اشیاء اوراق شده رو هم ریخته و چسب. آها مثلا این کوره ای یارو چیچیه رو ونتر رو باز نمیدونم اسمش چی، همزنه هر چیزی که دیگ بگیم، این دیگر رو اینا میخواستم با چسبوندن و آب کردن یه سری وسایل فلزی درست بکنم. برای من میام اینجا یه سری سرچ میکنم و یه سری وسایل فلزی که به این صورت به هم اگه بخوام من چسبوندن اینا رو باشه چجوری این کارو میکنم رو پیدا میکنم. چرخ دنده ها که چرخ دنده های مختلف یا خورشیدی بهش میگیم ما دیگه، خورشیدی های مختلف چه شکلی هست. باز ببین اینا رو همه رو یه سرش گوگل به من میده، مثلا من میرم اونو سرش میکنم گوگل به من یه ساجستشنی میده که این میشه.
باز تکه پاره ها میدونم حوصله‌تون سر میره با اینا، ولی برای من این بخش جذاب‌تره و امیدوارم که برای شما هم این بخش جذاب‌تر باشه، چون بخش تحقیقاته که به شما ریفرنس بصری میده، تصویر میده و ایده به شما میده که چه کارهایی می‌خواید توی تصویر نهاییتون بکنید. ببینید حتی من یه سری تابلو سرچ میکنم، تابلوهایی که مثلا میتونه کمک من بکنه برای اینکه چه المانهایی وجود داره. آها اینجا رو اگر ببینید، اینم باز یه کار 3D مال همون آرتیست هست، یکی دیگه است نمیدونم. آره دقیقا همونه. آره ببینید این کار استیم پانک انجام میداده، من اینو دقیقا استفاده کردم، حس این ونته، این حالا برعکس دیگه، مثلا یه چیز دیگه است، دستگاه بخاره، ولی من از حس و حال استفاده که حالا میبینید که چجوری من از این تاثیر گرفتم. باز یه سری فضاهای استیم پانک، باتری که می‌خواستم، مثلا لوله کشی ها، خط لوله ها چجوریه، چون بالاخره اونجا هم یه حالت کارخونه‌ای داره. باز سبد های مختلفی که هستش، حالا این میگم باز بیشتر از ایناست، ولی بریم سراغ اینکه اتود ها چجوری تبدیل میشه به این مرحله میاد. خب اولین اتودی که ما دیدیم این بود دقیقاً، یعنی اتود اولیه که من میزنم برای حسوال و صحنه و تایید میشه از طرف کارگردان، میگه خب خوبه کمپوزیشن درسته با اینا. مرحله بعدی که من میرم سراغش، میرم سراغ یک اتودی که اتود نهایی تره. خب من حالا میخوام اینو لایه فتوشاپ، یعنی میخوام فتوشاپش رو باز بکنم که با هم دیگه ببینیم که اصلا چه اتفاقاتی از مرحله اول کار افتاده تا من رسیدم به اینجا. اینه فکر میکنم فقط اینا حجم خیلی بزرگه، 4K اصولا باز کرد دمش کرد زایه شد. خب لیرز رو میخواییم باشه اینجا، یه ذره صفحه من چون کوچیک شده من مجبورم بهینه استفاده کنم از اینا بکشیم پایین. خب میخوام مثلا الان سیستم یک کار و یک چیزی که اینجوریه رو میخواییم مثلا با هم دیگه ببینیم که به چه سیستم و چه جوری ما میریم جلو. من لیرهایی که خاموشه رو میخوام دیلیتشون کنم که وقتی روشن میکنیم یه چیزایی رو یا نه بذاریم باشه، من همه لیرها رو میخوام خاموش کنم و لیر زیرینم روشن کنم تا با هم ببینیم. خب شما اونجا اندازه که میبینید خوبه؟ چون مجبورم یه جوری اینو بذارم، چون اگه اینجوری بزرگش بکنم من میره نصفش یه چیزاییش، همچنین اندازه های دیگه تعامل کنیم دیگه با هم. خب اول چیزی که هستش، خب از لایه های زیری شروع میشه. اتودی که من زدم به عنوانی که تایید شد، من اتود رو میارم اینجا و روی چیز قرار میدم، روی کاری که میخوام. خب چیزی که میخواستم اول، شاید کادر من کادر کوچیکتری بود و احساس کردم من میخوام دور و اطراف رو اضافه بکنم، خب از دور و اطراف اضافه کردم و به کار یک چیزهایی رو چسبوندم. میام از گوشه های کارم استفاده میکنم. خب این یه تصویر اولیه هم بودش، اگر نگاه کنید اینو کشیدم این ورتر، این کاراکتری که اینجا بود روشم به اون سمت بود اگر یادتون باشه، روش آوردم به این سمت، چون دیدم خب بده گوشه کادر از لحاظ کمپوزیشن چشم ما رو خارج میکنه از تصویر، پس اینو من میچرخونم به این سمت میذارم. میرم سراغ چیز بعدی، یعنی اصلا توی این مرحله اتود رو ببینید، اتودی که من اونجا زدم رو میام حالا روش دوباره یک سری اضافه انجام میدم و کارهایی رو میبرم جلو. حتی یه سری تست رنگ اولیه من میام میزنم همون اول که ببینم میخوام حس و حال رنگم چی باشه. یک سری لایه های کالر لوکاپ من استفاده میکنم توی مرحله اولیه که اتود زده میشه. خب بعد از اون حالا میایم روی اینها دونه دونه کار کرد و حالا بس دادن و ایده ها رو جلو بردن که اصلا چه شکل هایی رو میخوایم کار بکنیم، فرماتش میشه. حالا میبینید شما که چقدر تغییر میکنه در این کار و جلو رفتنه. خب اینجا باز دوباره یک سری دیتیل اضافه میشه روی و ببینید من دیتیل ها رو میام اضافه میکنم، باز روش پینت میکنم. حتی این دیتیل ها که این زیر هست یک سری تکسچره، اگر من اینجا اینو برای شما بزرگ کنم ببینید این لیر های سری تکسچری که من اینجا استفاده کردم و تکسچره، حالا این تکسچرها رو از جای مختلف میتونید شما پیدا بکنید، تکسچری که اینجا هست و من میام باز روی این رو حتی پینت میکنم، یعنی تکسچره به من یک چیزی رو میده که من یک جایشو استفاده میکنم یک جایشو میذارم بمونه. حالا اینا رو با هم کار میکنیم که اصلا تکسچر چجوری میتونیم استفاده بکنیم روی کار از بیس اگر زمانمون اجازه بده. خب میام نورهای ثانویه‌مو میذارم، نورهایی که میخوام از این کوره ها در بیاد و بتابه بیرون، باز دیتیل های مختلف. اگرچه من چون اینجا لیرار همه رو خاموش کردم اینجوری نبوده، بیسی که وجود داره، بیسی که وجود داره اینه، یعنی من این لایه رو اول از همه اینجا گذاشتم، یعنی لایه هام رو من کاراکترام رو چیدم، من چون از پایین دارم به بالا میام لایه های رو و عقب و جلوم رو من همه رو جدا میذارم، یعنی کاراکترام هستن توی صحنه از اول، میدونم که چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا من اینو اینجا
بذار ببینم تا جایی که بتونم این آدم‌ها رو روشن بکنم شما ببینید. آها مثلا بیس آدم‌ها رو دوباره از اول می‌ذارم با یک سیستم سیلوئت و تیره. خب به صورت سیلوئت این آدم‌ها رو می‌ذارم، دونه دونه شروع می‌کنم روی اینها پینت کردن و اضافه کردن لایه‌های مختلفشون، حالا بر اساس نورهایی که اینجا وجود داره تابیده. این حالا نیست اینجا زورم خب و باز بریم سراغ حالا لایه های مختلفی که اضافه میشه. لایه ها همینجوری میاد بالا و من حالا از لایه های فاگ باز دوباره دیتیل هایی که میدیم، یعنی مرحله به مرحله بعضی لایه کمتری استفاده کنم. من یه ذره نه، من مشکلی ندارم، یعنی ترجیح میدم که لایه هام رو داشته باشم چون ادیت زیاد میخوره تو کار بعضی وقتا و هر چقدر شما دستتون بازتر باشه برای اینکه این ادیت ها رو انجام بدید فکر کنم راحت تره دیگه. هر چقدر لایه هاتون رو داشته باشید بهتون میگه فلان چیزو تغییر بدید راحت بتونید اون لایه رو جداش رو داشته باشید. حالا من دونه آها بعد یه جایی خب حالا وقتی که من بیس رو گذاشتم حالا شروع میکنم به نور پردازی کردن با روشن کردن بعضی از قسمت ها و حجم پردازی. باز میبینید دوباره دیتیل ها اضافه میشه و همینا پینت، یعنی باشون بشین نقاشی کنید پینت کنید و اینا رو در بیارید. یعنی سهل الوصول استفاده از تکسچر به این معنا نیستش که شما یک تکسچر رو میندازید یه جا و کار شما رو درست میکنه، نه همچین چیزی نمیشه، امکان نداره. حتی شما 3D هم بسازید بیس کارتون رو برای کانسپت آرتیست ها الان خیلی هاشون 3D کار میکنن با بیس های سه‌بعدی، وقتی که اون بیس سه‌بعدی رو میسازن باز باید بیان برای اون خوب پینت بشه نقاشی بشه و اون حس چیزی که داره در بیادش کنترل بشه. اینجا باز من لایه ها رو براتون دونه دونه میذارم و میبینید دیگه الان من اینجا چیکار کردم. حالا میدونم دوست دارید بدونید که چجوری اتفاق افتاده اینجا، مثلا یهو روشن میشه. بعضیا میدونید اونایی که خب کار کردن متوجهن، ولی خب بعضیا که دوستا ما اینا رو توضیح میدم الان براتون یه چیز دیگه. خب من گفتم که یه دونه از اینا رو با هم ببینیم که لایه ها به چه صورته و اتفاقاتی که میبینید. لایه های تکسچر استفاده میشه همینجور دونه به دونه. تا میرسیم ما به همچی. بعد مثلا اینجا آها اینجا جالبه، اینجا کارگردان از من میخواد یه سری لامپ و ریسه لامپ میخواد اینجا داشته باشه. خب من با اینکه دوست نداشتم مجبورم بذارم چون کارگردان ازم میخواد. برای پرسپکتیو من دقیقا میام از لاین تول استفاده میکنم. نکته ای که تو پرسپکتیو وجود داره اینه شما باید پرسپکتیو دقیق با لنز ها بشناسید. چون من الان بیام اینجا یه همچین حرکتی بکنم، بگم خب دو نقطه ای اینجا اینجوری، اینم اینجوری، این پرسپکتیو دو نقطه ای، خب اینجوری بکشم، اینا میاد اینجا، حالا تا تبیشتر دیگه خیلی باید دقیق‌ترین در اومدم تون تون بکشم، این پرسپکتیو دو نقطه‌ای. شما هر شکلی که در این قسمت بیاید طراحی بکنی یک چیز واید بعد شکل مثلا عجیب غریب در میادش. من اگر اینجا یک باکس بکشم، خب نگاهی باکس چی میشه، خیلی واید، در صورتی که چشم ما به صورت طبیعی همچین پرسپکتیو عجیبی رو نمیبینه. خب این اتفاق نمیفته. برای اینکه اینجوری نشه در واقعیت هیچ وقت شما توی کار ببین ما کارمون مثل کار عکاسی میمونه. خب ما چشم ما ببین حتی لنز نرمال رو عکاسی شما دارید قاب می‌بندی. قاب مهمه، کادر مهمه. واسه همون کمپوزیسیون معنا میده. الان من دارم با چشمم نگاه میکنم کمپوزیسیون چیزی معنی، چرا شاید من بگم آقا مثلا این گوشه رو طرف یه جوری چیده، بله، ولی در اون جایی که این چیده. وقتی من هیچ محدودیت قابی ندارم کمپوزیسیونم وقتی که کمپوزیسیون دو بعدی و توی قاب دیگه معنی نداره. برای همون کارمون مثل کار عکاسی. شما وقتی دارید توی قاب میبینید خیلی از زمانها نقاط پرسپکتیو، نقاط گریز در پرسپکتیو داخل قاب شما نیست و خارج قاب شماست. من برای این همچین کارهای اصولا یه کلکی میزنم، میام این کلکم از دیزنی قدیم یاد گرفتم، یعنی بکگراند آرتیست های دیزنی قدیم که حالا چیز نبود به این صورت. الان چیزا هم این کارو میکنن اتفاقا، کسایی که 3D کار میکنن چیکار میکنن، مدل رو میسازن بعد وقتی شما دوربین رو توی فضای 3D قرار میدید خیلی واقعی تره، مثل واقعا دوربینه، اون دیگه خیالتون از این چیزا راحته. ولی میخوام برای دو، ولی باید این رو بدونید حتی اگر این کار رو انجام نمیدید تئوری، به صورت تئوری پرسپکتیو رو باید ما بشناسیم. دستش درد نکنه. بعد خب کاری که من میکنم چیه؟ من میام یه کلک باحال میزنم. قدیم توی دیزنی که میمدن بکراند کار میکردن کاغذشون رو میچسبوندن روی میزه، یه کاغذ گنده تر زیر اون بود، میومدن خطوط پرسپکتیو رو کل این ماجرای نرس میکردن. من میام همین کار رو میکنم، این کادر من هست، میخوام تو این من پینت کنم و نقاشیم قرار این تو باشه. میام کل این رو سلکت میکنم و میام اینو گشادش میکنم، حالا یا پرسپکتیو سه نقطه یا شاید از بالا یا پایینم اضافه میکنم. نه آلت میگیرم اینو مثلا از دو طرف تا جایی که میخوام. هر چقدر خطوط پرسپکتیو نقاط گریز دورتر از هم باشن
تصویر شما نرمالتر زیباتره، چون لنزهای واید واقعا خیلی کم تو گیم شاید باشه ها نیازه، ولی حتی چشم ما هم اونقدر واید نمیبینه. خب یعنی درست واید نرمال نزدیک به واید تقریبا میبینه، یعنی این دیدن و این غیر واقعی بودی احتجاج زیاد، مگر اینکه دلیل داشته باشه. به چنل اینورس سابسکرایب کنید تا صدها ویدئوی آموزشی رایگان رو از دست ندید.